فیلم شب آفتابی که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که نصرت بعد از آزادی از زندان با دوستش قوام قرار میذاره تا قوام کسی که به نامزد نصرت حد که حرمت کرده رو به قتل برسونه. نصرت هم در عوض عموی قوام رو که ثروت پدرش رو بالا کشیده و قصد داره با مادرش ازدواج کنه بکشه. بخشایی از فیلم شب آفتابی رو با هم تماشا میکنیم. هیچ کس نمیدونه این روز بابا علی با هم قرار گذاشتن. اون پیر مردم که نمیتونست رو حرف سلیمان حرف بزنه، حالا دلش راضیه که سلیمون عقدم کرده. چرا خودتو نکشتی؟ خواستم این کارو بکنم ولی این جلومو گرفتم. همون شبا اینا رو شکستم و رگمو زدم. مریض خونه هر جوری بود خلاصم کردن. از فرداشم مواظبم بودن. دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ اگه مردم میفهمیدن، اگه شکمم میومد بالا سنگسارم میکردن، واسه همین مجبور شدم زنش بشم. حالا همه هزار جور تو دلشون میفرینم میکنن. تو یکی فقط بدونی، مطمئن بشی مهر تو از دلم بیرون نکردم، همین برام کافیه. فیلم کاسب‌های محل که تو سال 1348 ساخته شده از این قراره که نجار محل با دختر پولداری آشنا میشه و بهش دل میبنده. پشمند نجار، کفاش و تربار فروش محل هم گرفتار عشق میشن. مشکل اینجاست که پولدار بودن دخترها مانع رسیدن این کاسبا به عشقشون شده. بخشایی از فیلم کاسب‌های محل رو با هم تماشا میکنیم. درسته که شما تنها دختر پدرتونین و همشتون ناز و نعمت بزرگ شدین و هرچی اراده کنین میتونین به دست بیارین، ولی فکر کنین آخه از من چه کاری ساخته است؟ چی کار میتونم بکنم؟ شاید خدای نکرده خیالاتی شدین و یه هوسی کرده باشین. هوس؟ هوس چی؟ من هیچ توقع از شما نداشتم آقا جلال که درباره من اینطور فکر کنین. والا خدا شاهده من قصد بدی نداشتم. اگه فکر میکنین توهین کردم معذرت میخوام، باید ببخشین. آخه شما خودتون جای من بذارین، ببینین من میتونم پا تو کفش شما بکنم. من کجا، شما کجا؟ اینا همش حرفای زیادی. من به شما علاقه پیدا کردم و حاضرم نیستم این علاقه رو با یک دنیا عوض بکنم. لا اله الا الله، خدای خودت یه راهی جلو پای من بذار. والا من آدم بدی نیستم. ببینم آقا جلال، مگه شما از من خوشتون نمیاد؟ استغفر الله، چی بگم؟ چرا خوشم نمیاد؟ منم به شما علاقه دارم ولی... ولی چی؟ ولی آخه چه فایده داره؟ آخرش مال من بشی، حالا به هر صورتی که میخواد باشه. منیجه جون گوش کن، ما آدم یه رنگی هستم. چشم مال و ناموس مردم ندارم و نمیتونم خودم رو راضی کنم که مال حرام بخورم. حلالشم که برام ممکن. چرا ممکن. ممکنه؟ تو اگه بخوای من همه چی رو درست میکنم. قول میدم. فیلم کمدی مرغ همسایه که تو سال 1353 ساخته شده راجب ژاله با بازی شورانگیز طباطبایی و برادرش اسماعیل با بازی علی میریه که توی یه خونه اجاره‌ای زندگی میکنن. جمشید قصاب محل با یه مرد چشمچرون و یه جوان دانشجو به اسم حسن خودشونو برای خواستگاری ژاله آماده میکنن.
اسماعیل مقروزه و مرد چشم چرون اونو از دست طلبکارا نجات میده. این مرد تعهد میکنه که بدهیای اونو به شرط ازدواج با ژاله پرداخت کنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. زن سرتا مال انبالتا بکشم بارا. از این که داداشی تو زن داداشی خیلی متقلب تشریف دارن حرفی درش نیست. آها آها، من یه فکری کردم. ها چی چیست؟ میگم چطور از امروز یه نوک پا بریم تا محضر از سر کوچم. خب میخوام همه دار و ندار من سول کنم به تو، اون وقت یه دست هیچ کس به هیچ جای بند نیست. چطور است؟ بش راستش حجی جون، خدا خودش بهتر میدونه که من چش داشتی به مال و منال شما بله. ندارم. اما خب حالا که شما اینطور صلاح میدونین باشد، من حرفی ندارم. فیلم بر فراز آسمان ها که تو سال 1357 ساخته شده، از این قراره که خلبان جوونی قبل از اینکه بتونه ازدواجش با دختر مورد علاقش رو به شکلی علنی اعلام کنه فوت میکنه. همسر خلبان به ناچار فرزندش رو به دنیا میاره و به خانواده ای میسپره. خودش هم به طور ناشناس توی اون منزل مشغول به کار میشه. بعد از سالها فرزند خودش تبدیل به یه خلبان شده. بخشایی از فیلم بر فراز آسمان ها رو با هم تماشا میکنیم. آقای دکتر تشریف نمیارن؟ میتونیم بریم؟ میدونی آمنه، راستش مدت هاست که از اون بالاها آرزوی یه همچین ساعتی رو داشتم که در کنار تو باشم. به معنی دیگه تو آسمونا میگشتم و روی زمینا پیدات کردم. منظورم دختریه که به زندگیم جلوه دیگه ای میبخشه. دختری که نگاهش قلبمو میلرزونه. دلم میخواد تو چشمات نگاه کنم و ساعتها باش حرف بزنم. اسم شما رو نمیدونم. رامین. خیلی خوب بریم. حشمت کارخونه همسرش رو که بیماری قلبی داره اداره میکنه و از تصمیم همسرش که بعد از مرگ اموالش به خواهرش فرشته برسه ناراحته. حشمت قصد داره به فرشته هتک حرمت کنه و در نهایت اونو از میون برداره، اما در نهایت متنبه شده و قصد خودکشی داره. بخشایی از فیلم آسمون بی ستاره رو با هم تماشا میکنیم. شما هنوز بیداری؟ من که بهتون گفته بودم شب دیر میام. پس چطور هنوز نخوابیدی؟ خوابم نمی برد. راستشو بخواین منتظر بودم شما بیاین. چرا اونجا وایسادین؟ نمی خواین بیاین چون؟ آخه خوابم میاد. خیلی خوب، هر جور راحت ترین. راستی امشب خوش گذشت؟ بد نبود. مهمون یکی از رفقامون بودیم. شما چی؟ تنهایی خیلی ناراحتتون کرد؟ نه، گاهی آدم با چیزایی که دلخوشی داره خودشو سرگرم میکنه. زیادم تنها نبودم. شماست. ببخشید بی اجازه برداشتم. شب بخیر.